شورای وزیران اتحادیه اروپا هفت فرد و هفت نهاد رژیم را در واکنش به انتقال موشک به روسیه تحریم کرد. شرکت های ایران ایر، ماهان ایر، سرویس ارتباط هوایی ارتش ساها، قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا، نیروی هوافضای سپا، صنایع هواپیماسازی و سازمان صنایع هوافضای رژیم شرکت بودند که توسط اتحادیه اروپا تحریم شدند. شرکت های هواپیمایی رژیم مسئول انتقال و عرضه پهپادهای ساخت رژیم ایران و قطعات و فناوری های مربوطه هستند. مقاومت ایران سال هاست که با ارائه اسناد و گزارش های دقیق نشان داده است که بسیاری از شرکت های هواپیمایی رژیم در خدمت سپاه پاسداران و به طور خاص نیروی تروریستی قدس برای انتقال سلاح، پول و تروریسم به کشورهای دیگر است. در تحریم های اروپا حمزه قلندری معاون وزیر دفاع رژیم محمد گوگرچیان مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی رژیم رضا خسروی مقدم وابسته نظام روسیه در روسیه و میر نوشین مدیر سازمان صنایع هوافضای رژیم در میان افراد حقیقی تحریم شده دیده می شود. دولت انگلستان هم نفراتی از ارتش تحت امر خامنه ای و سپاه پاسداران را تحریم کرد. افرادی که تحریم شدند عبارتند از عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش رژیم و عضو شورای عالی امنیت محمد حسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش حبیب الله سیاری رئیس ستاد مشترک ارتش و معاون هماهنگی ارتش حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش محمد کازمی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران علی محمد ناینی، سخنگوی سپای پاسداران و حسین پورفرزانه، مهندس ارشد دفتر طراحی سامانه های پیشران فرزانگان. دولت انگلستان همچنین دفتر طراحی سیستم های پیشران فرزانگان که قطعات قابل استفاده در موشک های کروز را طراحی و تولید می کند و همچنین آژانس فضایی رژیم ایران را که کاربردهایی در توسعه موشک های بالستیک دارند لیست گذاری می کند. در مورد لیستگذاری سپاه پاستاران هم جوزف بورل هنگام ورود به اجلاس شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پاسخ به سوالی در همین مورد گفت بله این پیشنهاد به کشورهای عضو مدتی پیش ارائه شده و کارگروه روی این موضوع کار می کنن. همچنین آنا لورمن معاون وزیر خارجه آلمان گفت دولت آلمان مدت هاست تلاش می کند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. زمان آن فرا رسیده است که ما برای این کار در اتحادیه اروپا نیز راه را هموار کنیم. الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش هم در این زمینه گفت رژیم ایران با موشکها پهپادها و آموزش نظامی و موارد دیگر در جنگ تجاوزکارانه به اوکراین وارد شده است این رژیم در هر چار راهی پیچ اشتباه را انتخاب می کند و در مسیر اشتباه می رود. ماریا مالمر استنرگارد وزیر خارجه سوئد هم در پاسخ به این سوال که چه مدت زمانی سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار می گفت زمان آن فرا رسیده است و بحث هایی در حال انجام است سوئد معتقد است که این مهم است و ما در این رابطه اتفاق آرای پارلمانی را پشت خودمان داریم پیشتر نخست وزیر سوئد اولف کریسترسون از اتحادیه اروپا خواسته بود که سپاه پاسداران را رسما یک سازمان تروریستی اعلام کند نگاهی به موزگیری های مقاومت ایران در چند دهه گذشته نشان می دهد که مقاومت ایران مستمرا خواستار لیستگذاری سپای پاسداران شده و امروز این امر به اولویت بسیاری از کشورها تبدیل شده است.